در این برنامه آقای سیاوش آذری و سیاوش اوستا ما را همراهی میکنند. بینندگان عزیز، آقای سیاوش اوستا روی خط ما هستند. ببینیم که در حال با مطالب جالب. بهشون گفتم آقا میشه ببینیم چه مطالب روزی داریم؟ گفت نگران نباش، من مطالب روز جالبی دارم که همیشه در اختیار این برنامه شما میذارم. درودی بر شما سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی. چون شما و ایشون در رابطه با بزرگداشت شاهان پهلوی سخن گفتید، به جاست که من نیز امروز، چون واقعا همین امروز که با هم هستیم جشن زایش نواده شاهنشاه آریامهر است. آقای شرفشاهی، ما از بعد بگیم دیگه همیشه شاهنشاه آریامهر، اصلا نمیگیم محمد رضا شاه، چون ایشون اسم محمد رضا رو خودش عوض کرده بود، گذاشته بود آریامهر. از طرفی خبرنگار انگلیسی از ایشون میپرسه، میگه تو که میگه شاهنشاه، چه امپراتوری دارید شما که میگه شاهنشاه؟ این پدر سوخته انگلیسی ها. شاهنشاه آریامهر میگه تمام مردم سرزمین من شاه هستن و من شاه شاهانم. همونم که تاج رو ایشون به سر شهبانو گذاشت، اینا شعبانه خودشون هم بارها گفته، شعبانه بارها گفته که شاهنشاه وقتی تاج رو بر سر شهبانو گذاشت، گفت من این تاج رو بر سر تمامی زنان ایران گذاشتم، به خاطر اینکه همه زنان ایران شهریار هستن و این شهریاران هستن که امروز دارن میرن با زدن کتک زدن گشت و ارشاد و غیره ایران را آزاد کن. اما اینه که جشن زایش عزیزم نازنینم لیلا ایریانا پهلوی است که امروز 11 ساله شد، به شادباش میگم از طرف خودم، شما، همه مهمانیارمون در سر تا سر جهان، که چقدر ایریانا جان امروز از صبح که این خبرش پخش شده برات شادباش اومده از سر تا سر جهان. دخت پرنسس ایریانا لیلا پهلوی، دخت دوست عزیزم، برادر بزرگوار، استاد، دکتر، شهید واقعا راه آزادی ایران، شاهزاده علیرضا پهلوی عزیز. من دیدم عکسشون رو، دیدم چقدر بزرگ شدن سریع و در حال دختر زیبایی هستن. عکسش در فیسبوک بود، یه مدتی نگاه میکردم و تولدشم زیرش براش تبریک گفتم، یه پیغامی فرستادیم براشون. بعد 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 بر شما عکسشو شما هم دارید اونجا اگر بتونید جا. بله این عکسشونه، بله این عکس مال همین امروزش هست که 11 ساله شد، همونطور که شما هم شادباش گفتین، ما همه بهش شادباش میگیم، براش تندرستی، شادی و به مادر نازنینش پرنسس رها دیده بر که تمام زندگیشو گذاشته برای این فرزند، این نازنین، این فرزند ایران. آقای شرفشاهی، ایریانا لیلا پهلوی، ایشون هم پارسی خوب صحبت میکنه، هم انگلیسی، هم داره فرانسه میخونه و بعد موزیسین خیلی خوبی است، ویولن خیلی خوب میزنه با این سنش، خلاصه دنیا هنر داره مثل پدر بزرگوارش. آخه پدرش هم موزیسین بود و موسیقی خونده بود، خیلی خوب ویولن میزد و دیگر سازها رو، و وقتی که آیین اوستا رو خوند گفت دیگه من از این بعد مسیر کاریمو عوض میکنم، رفت در تاریخ ایران پژوهش کرد. مینوی خرد کتابش هست که امیدوارم به زودی شعبانه منتشر بکنن. در تاریخ ایران باستان استاد شده بود، استاد استادان خودش و استاد من، که جاش واقعا خالی است. بله من به یاد دارم این شاهزاده هر وقت به پاریس می آمدن حتما سری به شما می دادن و در خانه شما ملاقات هایی داشتین و علاقه خاصی شما به این شاهزاده ایرانی داشتین و افسوس که واقعا زودیشون رو ما ترکید، چون و اون موقع که بود معروف بود که این یک رضا شاهه، یعنی درست خصوصیات اخلاقی پدر بزرگش داشت و در همون راه و روش بود و به هر حال از دست دادیم خیلی سریع. ایشون رو معلوم هم نشد، ایش کم نفهمید که به چه دلیلی ایشون واقعا درگذشت. بله استاد شرفشاهی، چون فرمودید به هر حال روز شاهان پهلوی هم هست، هفته شاهان پهلوی هم هست، من خدمتتون عرض بکنم که شاهزاده شهید علیرضا پهلوی آخرین باری که پیش من بود، یعنی ما قبل آخرین، چون چند روز پیش از کشته شدنش پاریس بود، یک روز به من گفت من یک چکمه
رضا شاهی میخوام. فکر کردم شوخی میکنه، دیدم نه جدی میگه. من یه دوستی دارم توی این پاریس، پشت هتل دوویل یعنی پشت شهرداری پاریس، آنتیکیته میفروشه و بهش زنگ زدم گفتم که چکمه اینجوری باشه داری؟ گفت برعکس دو جفتم دارم. آره، و ما با شاهزاده رفتیم اونجا، چکمه ها رو گرفت و پاش کرد. و بعدا شنیدم که همسایه هاش هم در شهری که زندگی میکرد در امریکا میگفتن این روزها، بعضی روزها که میرفت پیاده روی، این چکمه ها رو پاش میکرد. اگر خاطرتون باشه در مقطعی هم اصلا سبیل رضا شاهی رو گذاشته بود و راه میرفت و میگفت که رضا شاه نمرده است. این واقعا یادمه که میگفت رضا شاه نمرده است. وقتی میومد پیش من در هنگامی که با کسی دلش میخواست صحبت کنه، از جمله شادرمان اردشیر زادی و دیگران صحبت میکرد و این اواخر واقعا به فکر این افتاده بود که کاری بکنه. حالا اینم به به، آره همین عکس زیبا رو سپاسگزار شورتی به موقع گذاشت. و این سبیلش رو خودش خیلی دوست داشت، میگفت من وقتی سبیل رو میبینم یاد همون رشادت ها و تاریخی پدر بزرگم میفتم. جناب شرفشاهی عزیزم، امشب بذارید اینو اینجا بگم، چون خود شما هم اشاره فرمودید در ابتدای برنامه، من داشتم گوشتون میکردم که این روحانیت چه بلایی توی 14 قرن سر ما آورده. نه نگاه کنید، نکته اینه، نکته فقط اینه. چون لیلای پهلوی هم عرض بکنم خدمتتون، لیلای پهلوی رو هم کشتن و من در این رابطه برنامه های زیادی دارم، کارهای زیادی کردم، میتونن دوستان برن بخونن بشنون و غیره. لیلا رو هم کشتن و پزشک لیلا که یه پاکستانی است الان هم زنده است، توسط دادستان لندن 2 سال تحت بازجویی و چه و چه بود که من رو شهر دادم نمیخوام اینجا بدم. 5 تا نسخه سفید امضا میگه رو میز من دزدیدن. دروغ میگه. وقتی اسم نسخه سفید امضا میذاره رو میزش پزشک، بعدم که جریان قرص رو مطرح کردن و اینها همه بازیچه بود. لیلا رو 2 بار دیگه هم قبل از اون خواسته بودن بکشن، یه بار با سیم تلفن میخواستن تو همون هتلی که بود خفش میکنن که داد و بیداد میکنه. اون آقایی که اونجا اکیپ هتل بوده میشنوه، میره تا پایین کلید مستر کی رو بیاره در وا بکنه، وا میکنه، میبینه ایشون رو تخت افتاده و سیم دور گردنشه، پنجره هم بازه. مورد دیگه است که همین دکتر پاکستانی که اسمش اقباله، تو بازجویاش گفته یه بارم که اومد پیش من چند روز پیش از کشته شدنش، زیر چشمش سیاه بود. معمولا وقتی زیر چشمم سیاهه جاییست که کتک میزنن و اینها. خلاصه تفلی لیلا 2-3 بار مورد سوء قصد قرار گرفت تا اینکه الان دیگه اینها شیوهای ترورشون فرق کرده و به اصطلاح گفتن با قرص. و اصلا من اینو قاطع آقای شرفشاهی به شما میگم، به تاریخم میگم، چون حتی خیلی از نزدیکان یک کسی امکان داره کسی 6 ماه یه سال نبینن، همونطور که شاهزاده علی رضا پهلوی، همونطور که خود رضا پهلوی شاهزاده گفت 6 ماه بود همه ندیده بودن. جریان شهبانو هم بارها لیلا میگفت که الان مادرم گفته این هفته میاد، شنبه میاد، یک شنبه میاد، در لندن منتظر شهبانو بود برحال اینا. ولی به هیچ عنوان در مراحل پایانی زندگی لیلا و علی رضا اینا معتاد اصلا نبودن. لیلا اصلا قرص نمیخورد. اون نسخه های جعلی بود که حالا اون خود شهر دادن بسیار ساخته بودن که این مرگ رو، ترور رو ماسمالی کنن. حالا نکته آقای شرفشاهی، علی رضا پهلوی شاهزاده با 2 تا گلوله از تفنگ شکاری خارج شده کشته شده. آقا آدم که با تفنگ شکاری بلنده که نمیتونه تیر بزنه، تا زک بزنه بلای پاش بزنه یکی میشه، دوتا نمیشه که. آقای لری کریمن، دادستان امریکا، وزیر دادگستری زمان سابق امریکا میشون بوده، من از ایشون خواهش کردم پرونده رو دنبال کنه. لری کلیمن الان چندین هزار ایرانی هم به ایشون گفتن که آقا شما پرونده رو دنبال کن. ایشون حتی میره با شهبانو هم دیدن میکنه و شهبانو بهش میگن فرزند من سرشار از امید، شادی و زندگی بود، یعنی خودشو نکشته. اما خب پیگیری پرونده میدونید که در معادلات جهانی، من وارد این مبحث نمیخوام بشم. خلاصه عزیز من علی رضا و لیلا هر دو کشته شدن. حالا چرا آقای شرفشاهی؟ امشب خوب اینو به شما بگم توی برنامه، بچه ها همه بشن ببینین، ما 2 تا دشمن داریم،
تا وقتی که نفهمیم که این دوتا دشمن رو نباید چجوری ما باید چجوری باشو برخورد کنیم، وضعمون خرابه. نخست این که سادات تازی از 1400 سال پیش با تشکیلات، دوم سازمان روحانیت که انگلیسی ساخته از زمان مشروطیت، این دوتا اصلا قابل پذیرش ما نیستن، نخواهم بود. مثل اینه که ما بگیم یه شکارچی رو این بره ها گوسفندا آهو بیان بگیرن بزنن رهبر، اصلا غیر ممکنه. اینا هم همیشه مخالف شاهنشاهی، مخالف اقتدار ایران، مخالف سربلندی ایران بودن و در راه نابودیش کوشا بودن. بله استاد چرفشاه، این عکسی که الان میبینیم، ببینید من اینو به شما بگم، تأکید بکنم که به هیچ عنوان ما نباید به هیچ شیخ و ملا و آخوندی اعتماد کنیم. من متخصصم روی زمینه. سادات تازی مثل همین تاجزاده گلان انداختن زندان یا خاتمی یا هر کدوم دیگه، همین زدن زنا زمان خاتمی قانونی شد. به هیچ شیخ و ملا و سادات تازی ما نباید اعتماد کنیم که نجات دهنده ما. یک. دو، خود خامنه ای اومد گفت که سلطنت میخواد برگرده، این خطرناکه و و و غیره. ببینید الان اینها ناچار شدن در رابطه با این عکسی که ما میبینیم، در رابطه با پیمان ابراهیمی که زمان آقای ترامپ با عربستان سعودی و جهان بسته شد، در این پیمان این ترامپ رو میبینید با سیسی و شاه سعودی، پشت سر تمام رهبران دیگه جهان اسلام هستن که همه زیر پوشش عربستان سعودی هستن. اینها اینجا یه پیمانی رو بستن که اینها متحد بشن برای جنگ با تشیع ولایت فقیه ایران در سطح سر جهان، چون امپراتوری تشیعی که اینا ساختن، گداگشنه‌ها رو با دادن پول اشهد و ان علی ولی الله بهشون گفتن، اینا خیلی زدن لسد جا همه پا برهنه که من الان اینجا نمیخوام بپردازم. بعد از این قضیه بود که اینها سالها تلاش کردن، میلیاردها دلار خرج کردن که تا در برابر این پیمان، همین جنگ اوکراین رو که آفریدن، یک پیمان و اتحادیه بریکس آ بسازن. اتحاد بریکس ساخته شده همونطور که شما میدونید اصلا از قبل از حمله به عرض کنم خدمتون اوکراین، که بریکس حرف اول 5 تا کشوره که برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی. ایران هم الان وارد شده و این کنفرانس تهرانی که اینها گذاشتن خیلی مهم بود. آقای شرفشاهی، این کنفرانس با اینکه رجب طیب اردوان هم توی پیمان ابراهیم است، همینجا به خاطر همین رجب طیب اردوان خامنه‌ای بهش گفت هفته پیش، من اینجا عرض کردم، گفت به سوریه حمله نباید بشه، سوریه فلان سوریه. آقای شرفشاهی هنوز این تو هواپیماش بود رجب طیب اردوان، ترکیه حمله رو شروع کرد، ولی چون با خامنه‌ای ساخت و پاخت کرد، الان میگم چجوری، به سوریه حمله نکرد، به عراق حمله کرد. الان کردهای عزیز و هموطنان ما که ایرانی هستن مورد حمله نظامی رجب طیب اردوان قرار گرفتن، دارن کشته میدن. و منطقه نفتخیزه، یعنی اینا اون شمال عراق منطقه نفتخیزه، هم مرز با ایران هم هست. اینا تو تهران توافق کردن که به جای سوریه یه بره اونجا رو بزنه. از اون طرف گفتن شما چی میخواد؟ اینها مطرح کردن، چون الان دوتا وزارت اطلاعات چون یکی شده، یعنی وزارت اطلاعاتی که از زمان خاتمی و روحانی مخالف سازمان اطلاعات سپاه بود، این دوتا الان با هم متحد شدن. یا گفتن آقا مشکل ما مجاهدین خلقه، مجاهدین خلق رو بایستی به ما تحویل بدین. گفت تحویل یعنی چی؟ حالا اونجا توافق کردن آقای شرفشاهی که اینا برن و کارار بکنن، به جمهوری اسلامی هم آوانتاژ دادن، نشستی مجاهدین خلق جهانی با زوم البته پریروز داشتن این نشست رو. اول آقای بایدن اعلام کرد امنیت ندارین، بعد خود آلبانی، و این نشست دنیا برگزار نشد که مرحله بعدیش شوربختانه عملیات نظامی به گونه خواهند کرد که میخوان با دادن اینها در این پیمان جدید که روسیه هم نیازمند این پیمان هست، شوربختانه یه قتلام دیگه میخوان از مجاهدین بخوان که بارها گفتیم دیگه، فکر میکنم به پایان برنامه میرسیم، نمیتونم بیشتر توضیح بدم. بله بسیار ممنونم از شما که در حال اطلاعات جالبی در این برنامه مثل همیشه در اختیار بینندگان عزیز ما قرار دادین، و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم استاد چرفشاهی، روز شب خوش. آقای شرعتی سپاسگزارم، خدا نگهدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، همراه آقای سیاوش آذری، سیاوش اوستا و
و آقای امیر شهرتی با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود.